یعنی اصلا باورش نمیشد چرا این فیلم اینقدر مطرح شده. 5 تا کاندید چه تو گلدن هم گرفت مثلا که نه. خیلی های دیگر میخوام خیلی خوب میشناخت شباهت داکان هایدگر چشم گیره اونی که به نظر من کم کار شده شباهت هایدگر فرویده که اون دفعه هم گفتم اون مهم نخیلی هایدگر چقدر این بودن در جهان از فروید گرفته اون خیلی مهم اون دیگه اون حالت سیستری که اون موقع بحث نیست یعنی روش فروید به درد بحث استراب امروز الان بله دیگه اون لغت یه عوض عوض شده من به زنا میذاشتن من فروید میگه که زنانه نیست مردارم مثال میاره ولی خودش همه بحثاش رو زنا کجاها میگیم دنبالش خیلی مال هایدگرش آسونه خب توی کتاب هستی و زمان هست جلسه فروید اینو خیلی آخرش روش اشاره کردن تحلیل از بودن توی دنیای فروید با همه اون مسائلی که دونه دونه مطرح میکنه مثل اینکه جبرهایی که ما توش هستیم مثل شیوهی که ما زندگی میکنیم این شیوه ها انتخاب های شخصیه که برمیگرده تحلیل نگاه فرویدی ما نما چیزی که فروید آگاهانه
خب اینی که من میگم ببینیم منظورم این نیست که من تعبیر میکنم اینا، خب بعد از آثار فروید میکشیم بیرون دیگه. آثار اصلیش مثل روانشناسی، خب مهمترینش روانشناسی زندگی هر روز است، اون کتاب خیلی مهم فرویده که خیلی هایدگریه به نظر من، ولی خب باید با اینو ثابت کنیم، اینجوری نیستش اون خودش اینو بحث کنه. یک حق با شماست، یاد از فلسفه زده خوشی نداشت و این چانزر نبود او رو به فیلسوف بتونم، ما اون رو یکی از بزرگترین فیلسوف ها میتونم، ولی ما بعدها به خصوص به خاطر لکان و بحثایی که بعدن از رو فروید ساخته شد. این یک نکته. دوم این که ولی همون کارهایی که کردن وقتی میخونیم شباهتش به های دیگر میتونیم کشف کنیم. من ندیدم کسی بکنه ها، تا حالا ندیدم کسی در این زمین 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 بله مثال رانندگی رو در حال میشه خیلی شباهت ها بینشون پیدا کرد، خیلی، در حالی که هایدگر اصولا با فروید خوب نبوده، ظاهرا انتقادهای زیادی به فروید داشته، مثلا یک دوست روانشناس داشته که یک کتابی نوشته به اسم هایدگر و روانشناسی، روانشناس خودش هم بوده، روانکاو نه پزشکش بوده، اینقدر بوده که تو مسافرتی که رفت به یونان و ترکیه هم با او رفت، اینکه تو اوج چیزش بود، دپرسیوناش بود، خیلی خیلی شدید دچار این بیماری بود، این بیماری خیلی سینوسی هم بود، می آمد و می رفت، هایدگر یه عمری با اون درگیر بود، حتی نوع خفیف، ولی در حال بود، اطرافیانش هم اذیت می کرد، تا حدود زیادی تو زندگی خانوادگیش رو لطمه می زد، و این پزشکه یه کتاب نوشته و توش عقاید هایدگر رو که جای دیگری راجع به فروید حرف نزده نقل کرده از گفتگوهای با هایدگر. حالا چقدر دقیقه و چقدر روح یادش هست و چقدر خودش اضافه کرده اینا نمیدونم، ولی در این کتاب متوجه میشیم که هایدگر چقدر به فروید انتقاد داشت، اصولا علاقه ایش نداشت. نه اون مهم نیست، شباهت ها مهم دار، این که خودش میخواست یا نمیخواست چه اهمیتی داره، اون که بله دیگه این مهم مثل همه کارهای ما. خب حالا اولین چیزی که از نقد ادبی گفتم که همچنان هم به یه معنی در همه انواع نقد ادبی باقی موند، نقد زدن و یاد گرفتن به ادیب، این یکی از وظایف ناقد شمرده شد، و میگم حتی وقتی ما خیلی مفهوممون حالا تو ادامه بحث دقیق‌تر میگم از این دور میشه، هم باز یه رگه های از اون، یک تو هر کاری باقی میمونه، دو به صورت یک حرفه‌ای باقی میمونه، یعنی یه عده آدم اصلا که کارشون اینه و پذیرفتن شده، مثل ستونهای نقد سینمایی مجلات باز کن به خصوص در فرنگ، یا ایرادهایی که به حرف می که میاد میگیرن و کتابهایی که نوشته میشه و غیره. اما دومیش که در واقع در قرن 18 هم پایش گذاشته شد ولی قرن 19 هم این به اوجش رسید، همراهی دو تا ترند و دو تا گرایش اصلی داخل نقد ادبی بود که یکی به طور عمده اثر ادبی رو به یه متن بگیم سمبولیستی، یه متن رمزآمیز، یه متنی که باید کشف رمز بشه شبیه میکرد، معمولا وقتی تاریخ هرمنوتیک رو می‌نویسن به این گرایش نقد ادبی خیلی پربها میدن و قدرت اصلیش توی رمانتیکای آلمانی بود، شنگل و تمام بزرگای که هم خودشون نویسنده بودند هم ناقد بودن، این دوتا شغل با هم داشتن، وقتی که نقد میکردن این چنین کار رو میکردن. این یه گرایش خیلی مقتدر به هرمنوتیکی بود که فرض بر این بود که نقد دارای یه معناهاییست که فوراً کشف نمیشن، یه معناهای نهانی و باطنی داره که وظیفه ماست که اونها رو از ظاهر متن استنتاج کنیم، و این تا اوایل قرن بیستم خیلی قوی باقی موند، بعدم به شکل نقد تماتیک که حالا ازش تو قرن بیستم یاد میکنم باز دوباره سر برآورد، و شکلهایی هم در اولین ناقدهای ادبی ایران بعد از مشروطه هم میتونید یه نشانهایی ازشون پیدا بکنید از این نوع، ولی قدرت خیلی زیادی در روسیه پیدا کرد، این نقد تو روسیه خیلی محبوب بود،
نیمه دوم قرن 19 بعد از بلینسکی تو روسیه، شاگردای او در واقع تا برسیم به انقلاب اکتبر، انقلاب فوریه 17، اون نقد ادبی روسیه بیشتر تحت تاثیر اینا بود. یعنی متن رو به عنوان یک متن بگیم تا حدودی شبه مذهبی شبه عرفانی میگرفتن که خیلی حرف ها میخواهد بزند که نزده، و وظیفه ناقد این است که این حرف ها رو کشف بکنه، از دل اون بکشه بیرون و پیش روی خواننده. و استدلال هایی که میاره بخشیش از نقد از متن باشه، بخشیش هم به متن اضافه بشه. هیچ اشکالی هم درش نمیدیدن که اون چیزهایی که به متن اضافه میشه در واقع شیوه خوندن بیناخ سطری بوده، انگار تو بین دو سطر یه سطر نانوشته ای هست که ناقد باید اونو مینوشته، اونو کشف میکرد و میابرده. این به یه شکلی تا امروز باز زنده است. یعنی وقتی که ما میریم مخصوصا تو نقدهای روانکاوی و پیدا میکنیم که متنی رو که یک نویسنده نوشته توش چی میخواست بگه که نگفته، یا چی هدفش بوده، شاید در خودشم خیلی روشن نبوده ولی در متن اون به بیان آمده ولی همه نمیفهمن، ناقد وظیفه‌شه که این رو بگه. مثالش جودیت میچل، یه نویسنده بزرگ فمینیست، یه مقاله نوشته راجع به لیلی کاترلیز لابه، کتاب فاسق لیلی کاترلی، و در اون با دقت زیادی از متن رو استنتاج کرده که دی‌اچ لارنس در نوشتن این رمان نفرت بی‌پایانی از جنس زن داشته و آنچه که زن و لیلی کاترلی در کتاب هست چیزی جز یک اوبژه خشک بی‌مغز میان‌توهی نیست، که اینا رو همه رو نه از روال داستانی بلکه از لغاتی که به کار رفته استنتاج کرده. و مرد توی اثر، یعنی باغبون لیلی کاترلی، نه شوهرش که بسیار موجوده منفوریست در واقع بدبختیست توی کتاب، ولی فاسقش، کسی که اسم کتاب هم اسم اونه، باغبونش نمونه کامل طبیعت، نمونه کامل غریزه جنسی، نمونه کامل توانایی تصمیم گرفتنه. از دو سه صفحه که او در باغ در واقع میونه درخت ها برهنه است و توصیفی که دی‌اچ لارنس از او کرده، همه اینا رو به دست آورده. و درست برخلاف این که ما تصور میکردیم تا پیش از این خوندن این مقاله که لیلی کاترلی اقلا اهمیتش در تاریخ ادبیات به اینه که با رسولا شجاعت به طرف ادبیات پورنوگرافی نزدیک شده و به همین دلیل ممنوع شده و اثریست که در اون عشق جنسی، عشق جسمانی اینقدر بزرگ شده و این همه اهمیت براش قائل بودیم در دهه های بین 30 تا مثلا 70 که میچل نوشته، همش برعکس میشه. مثلا میچل به ما میگه که درست برعکسه و همه اینا رو از لغات و از عبارات و از شیوه صفاتی که به این ها نسبت داده میشه آورده. صفات که به لیلی کاترلی داده میشه همه صفات شکننده است، همه یه موجود لطمه پذیر در بداغون، پرنده ضعیفیه، پرنده مجروحیه، که حتی این سمبولش تو خود داستان هم میاد. اولین آشناییش با باغبون سر یه پرنده زخمی که باغبون خیلی با عاطفه اون رو میخواد نگه داره، منتها انقدر تو دستش فشارش میده که لیلی کاترلی فکر میکنه که این له میشه تو دست باغبون. در حال این نقد ها که توی نقد فمینیستی خیلی این جنبه قویه، اینه که ما نه از اونچه که بیان میشه بلکه از اونچه که اون پشته، از ناخودآگاه متن به قول دریدا، میخوایم یه چیزایی رو استنتاج کنیم بیاریم بیرون. این شیوهش برمیگرده اتفاقا به نقدای سمبولیستی و نقدایی که عرفانی هن خیلی در ادبیات ما خیلی سابقه داشته، چیز تازه‌ای نیست. مثلا یه آدم یک شعر کوتاهی میگه مثل گلشن راز و بعد یه شرح گلشن راز نوشته میشه که 1000 صفحه است و این شرح گلشن راز تک تک این ابیات رو میاره وسط، بازش میکنه و هم از نظر استرکتور جمله بندی شعری، هم از نظر ایماژ هایی که توش هست و هم از نظر معانی عارفانه‌اش. بعضی اوقات این لاهیچی که این کار رو کرده به مثلا 16-17 لایه معنایی این شعر گلشن راز اشاره میکنه، تک تکشو براتون دستبندی میکنه میبره جون. ادبیات عرفانی زمینه خیلی زیادی رو برای این باز میذاره و اینکه نویسنده یه متن عرفانی هم عمدتاً یک تمثیلی کار میکنه، مثالهایی رو میاره که خود داستان نیست. دوم اینکه تنه حرف رو نمیخواد بزنه،
و میذاره به عهده در واقع ناقد یا خواننده که معنی متن رو کشف بکنه. مثل اون متن خیلی خیلی معروف ابن عربی که میگه رفته بوده مکه و یک زن زیبایی رو میبینه و عاشقش میشه در جا و یه شعری براش میگه، یه شعر عاشقانه براش میگه، وقتی پیر میشه خودش اون شعر رو تفسیر میکنه، تفسیره مثلا 50-60 برابر حجمش بیشتر از شعر، دونه دونه این ابیات رو برای شما معنی میکنه و در واقع میخواد بهتون بگه که مقصودش از اون زن زیبا نه یک زن واقعی جسمانی بلکه خداست و گناه جوانیشو پاک میکنه. خلاصش به عبارت بده، چون کاری از این بدتر نیست که شیخ بزرگ عرفان باشی مکه بری عاشق یه زنی بشی، واقعا شرم‌آوره. این روش در اواخر قرن 18 پیدا میشه، تو قرن 19 به خصوص تو روسیه قوی میشه و همپای روش دومی است که روش معروفی است، روش نقد اجتماعی، روشی که متن ادبی رو به عنوان یک فراورده اجتماعی تاریخی میگیره و تقریبا مثل روش قبلی برای متن یک حوزه معنایی قائل میشه که چیزهایی رو میگه و چیزهایی رو نمیگه. ما از متن میتونیم خیلی چیزها کشف بکنیم درباره دوران نوشته شدنش، تأثیر در واقع حوادث یا زندگی اجتماعی یا پیکار اجتماعی، مبارزات اجتماعی. درچه در میان مارکسیستا این شیوه نقد از نیمه قرن 19 رایج میشه. مقدار کمی که مارکس درباره آثار ادبی نوشته همچین روشی رو داره، انگلس بیشتر داره و بعد از اون شاگرداشون، باز تو روسیه تعداد زیاد از پلخانوف شروع میشه و میاد تا قرن 20. اینا آثاری هستند که درش ما متن رو به عنوان یه پدیده اجتماعی میگیریم که حتی اگر نویسنده مایل هم نباشه که اونو به مسائل اجتماعی ربط بده، وظیفه ما این میشه که اونو کشف بکنه. به همین دلیل یه رشته نقدهایی که بر آثار ادبی بزرگی نوشته شدن که این آثار ادبی اتفاقا زمینهای اجتماعی کمی دارن، خیلی وقتها چیزهایی رو به اون اثر نسبت دادن، مثل برخی از نقدهای اجتماعی که روی بوفکور نوشته شده که از اثری که تقریبا جنبه اجتماعی نداره و به دشواری میتونی کشف بکنی که این مال چه دوران تاریخی است و از چه پیکار اجتماعی حرف میزنه، یک اثر انقلابی تصور میکنه. مثلا فضای سیاهی که در شهر هست اختناق رضاشاهیه و چیزای شبیه، و بدون اینکه در نظر بگیرن که با اینکه این اثری است که در اون دوران نوشته شده، با اثری که در اون دوران شروع کردن به نوشتن ولی یک 10 بعدش منتشر شد، یعنی چشم‌هایش علوی، زمین تا آسمون فرق داره. این اثری است که در یه دنیای نمادینی پیش میره، سمبولیکی پیش میره، یه اثری است که به دنیای ذهن و درونی قهرمان‌ها اگر اسمش درست باشه برمیگرده، یه اثری است که درش اکشن ها اصلا اهمیت ندارن بلکه تصوراتی که در ذهن ساخته میشه از اونها اهمیت دارن، یه اثری است که منطق روایی محکمی نداره عمدن و نمیخواد داشته باشه، یعنی شما نمیتونید بگید قصه‌اش چیه، دقت یه پیچیده است، یه برگشت نسل هاست مثل اون داستان بوگامداسی و مار و اینا که هم عموه است هم خودشه. این ادبیات به معنی دقیق کلمه، به معنی دقیق کلمه سمبولیست و اینکه هدایت سخت تحت تاثیر ژرار دو نروال و اوریا و آثار اون دوره بود، این ادبیات هیچ ارتباطی به این نداره که در دوره رضاشاه ملعون نوشته شده و چه اتفاقایی در اون دوره افتاده. ولی اگر اون با چشمهایش مقایسه کنیم که از سطر اولش میگه شهر تهران خفقان گرفته بود، مردم همه ترسیده بودن، هیچ کی جرئت نمی‌کرد حرف بزنه، و استاد ماکان که یک شخصیت خیالی است که کمی از کمال الملک و یه مقدار زیادی از ذهن بزرگ علوی داره، تبدیل میشه به یک شخصیت مبارز اجتماعی علیه رضا شاه که در این راه کشته میشه. و اینجور آثاری که با هم مقایسه کنید متوجه میشید که این شیوه خوندن هم محدودیت خودشو داره، یعنی خیلی وقتا شما در برخورد با آثار هنری، آثار ادبی که مورد بحث ماست، امکان اینو ندارید که این زمینهای تاریخی اجتماعی رو به بحث بذارید، یعنی اثر اجازه به شما نمیده این کارو بکنید. و اگر میخواهید این کار رو بکنید، تنها راهی که دارین این است که بگویید اثر در کدام شرایط تاریخی مجبور شده اینجوری نوشته بشه. این تنها کاریش نمیشه کرد. فکر نمی‌کنم هیچ آدم عاقلی پیدا بشه که بتونه مثلا از همون ادبیات سمبولیستی قرن 19
یه تفسیرهای اجتماعی بده. اینکه اصلا به قدری دوگرند که راه گشای همچی امری نیست. چنین کاری رو میشه در مورد آثاری کرد که تا حدودی راه باز کنن. مثلا وقتی لوکاچ درباره گوته می نویسه، خب گوته یه آدمی بود، خودش زندگی اجتماعی داشت، خودش سفر کرده بود، خودش نظر داشت درباره تاریخ، درباره یه سیاست، با آدم‌های بزرگ دورانش آشنا شده بود، یکیش ناپولئون بناپارت، با اونا گفتگو کرده بود، نفوذ عظیم عظیم فرهنگی بر اروپای دورانش داشت، معلوم بود در سرنوشت ملتش تأثیر داره. از اون موقع تا حالا گوته رو آلمانیا تأثیر داشت، نه به خاطر زبونش بلکه خیلی از اندیشه هایی که پیش کشید. دانشمند بود، همه اینا باعث میشه که دانشمند علوم طبیعی، همه اینا باعث میشه که شما وقتی که درباره گوته می نویسید به راحتی میتونید اون رو به زمینه تاریخیش وصل کنید. اسم کتاب لوکاچ هم از گوته و دوران بود، این دو تا رو با هم میبره، دوران چگونه گوته رو ساخت، گوته چگونه رو دوران اثر گذاشت. اما چنان که برشت در یه مقاله علیه لوکاچ نوشته و بسیار مقاله زیباییه به ما نشون میده، میگه که سخت گزینشیه، یعنی لوکاچ فقط متونی رو به کار گرفته که به هدفی که داشت به درد خوره. ایراق ارشبلوخ هم توی بحثی که سر اکسپرسیونیسم با لوکاچ داشت به لوکاچ گرفت، لوکاچ جوابش رو داد، برشت اینجا وارد شد. البته در زمان حیات برشت این چاپ نشد، بعد از مرگ برشت چاپ شد. برشت یه مقاله نوشته که میگه این چه روش موسیقیه، تو برمیداری یه آدم و محصول یه تاریخ میتونی و فقط اون آثاری رو میخونی که حرف خود تو ثابت بکنه، اون چه که حرف تو رو میتونه نقص کنه یا این چنین نتیجه ای ازش به دست نیاد که حجم عظیم آثار اون مرده اصلا مورد بحث تو نیست، تو به اون اصلا توجه نکن. روش در واقع تحلیل اجتماعی هم همچنان زنده موند. شما ده ها مرد همین در همین سالهای اخیر از نویسندگان ایرانی در نقد تئاتر، نقد سینما، نقد ادبیات خوندین که تحلیل اجتماعی است، یعنی اینکه اثر رو در دوران تاریخی گذاشتن، کمبودهاش رو یا برجستگیاش رو گفتن، و خیلی وقتا نقد مؤلفه، یعنی اینکه میگن مؤلف به علت اینکه این تعلق خاطر سیاسی و فکری رو داره چنین نظری رو نوشته. اگه این اطلاع قطع بشه، یعنی کسی ندونه که یه مؤلف چه تعلق خاطر داره، یا مؤلف دروغ گفته باشه، ظاهرا مثلا ملی مذهبی باشه اما کمونیست، یا برعکس، در این صورت شما بازی رو باختین. یعنی اگر روزی کشف بشه که مؤلف مورد نظر شما یک مبارز انقلابی چریک بوده که برای ایزگوم کردن خودش به جز مبارزان لیبرال جا زده بوده، شما بازی رو باختین، کل منطقتون رو هواست. و اینکه اطلاعات زندگی نامه‌ای همیشه ناقصن، اطلاعات زندگی نامه‌ای، اطلاعات زندگی نامه‌ای یادم یک معمدن همه رو نمیگه، و اینکه هیچ آدمی نیست مخصوصا در جوامع عقب افتاده و استبداد زده که حاضر بشه سر من خودش زیادم اطلاعات خیلی دقیقی بده، و اونچه که میده هم برای این است که یه شخصیتی از خودش بسازه، یه هویتی از خودش بسازه، و به عبارت بهتر یک شخصیت فیکشنال و قصه‌گون از خودش بسازه که باقی بمونه، نسل‌های بعد هم که راجع به حرف می‌زنن اگه یه کمی هم از این آمبیسیون به اصطلاح نسل‌های بعد داشته باشه که معمولا تو ایرونیا زیاده، به مجرد اینکه یه چیزی می‌نویسن فکر می‌کنه 1000 سال دیگه هم خونده میشه، در نتیجه این تصور هم دارن که راه گم کنن، و این خیلی دقیق نیست. مثل اون مورد مشهوریست که یاکوبسن سر یک شاعر چک گفته که در شعرهاش معشوقش رو خیلی ستایش میکرد، در نامه های خصوصیش خیلی هم مسخره‌اش میکرد. حالا کدوم راسته؟ یعنی اگر نامه های خصوصی رو نخونده باشی، اون شعرها رو خونده باشی، مثل آیدا در آینه است، یعنی میپرستید این موجود رو، ولی در عالم واقع خیلی هم ازش متنفر بود و در نامه هاش رو تبدیل کرده بود به سکه یه پول. این کار خبیثانه است که خیلی از مردها میکنن، معمولا به زنها میگن دوستشون دارن، ولی با مردا که جمع میشن زنها رو مسخره. بنابراین این روش اجتماعی که به شکلهایی با چیزهای دیگه هم ترکیب میشد، مثلا تو نقد ادبی روسیه، من روی تاکید میکنم چون قرن 19 نقد ادبی روسیه خیلی بزرگ بود، به چند دلیل. یکی اختناق سیاسی اجازه نمیداد احزاب سیاسی آزادانه فعالیت بکنن، و در نتیجه همه چی تحویل هنر داده میشد. هنرمند یه نقش مسیانیک پیدا میکرد که در مثلا انگلیس و همون دوره این نقش رو نداشت. هنرمند انگلیسی نیمه قرن 19 آثاری رو مینوشت که دلش میخواست، و این آثار احیانا سیاسی اجتماعی هم میشدن، خب خیلی داشتیم ادبیات اینجوری به خصوص قرن 19، منتها نقش های مصلح اجتماعی، قانونگذار، منتقد قانون، منتقد حاکمیت، منتقد شیوه حکومت میرفت به پارلمان،
یه پارلمانی داشتی که کاملا امکانش داشت، میرفت به نشریات، نشریاتی داشتی که امکان این بحثا توش بود، این بحثا اونجا میامد. شما شاید باورتون نشه در 1852 تمام نشریات انگلیس یه ستون داشتند از ادبیات رادیکال، از نوشته های آدم های رادیکال مخالف نسل که اون تو میتونستن نظر بدن، میتونستن عقایدشون رو بگن. تمام نشریات آمریکایی از کمونیست ها و رادیکال ها و آنارشیست های اروپایی میخواستن تحلیلاشون رو بدن. 18 همه برو میره لوی بناپارت مارکس، یک اثریست که مارکس برای یک روزنامه نوشته که یک روزنامه اون رو به صورت پاورقی چاپ بکنه، یک روزنامه به اصطلاح بورژوایی، یه روزنامه این که میخواست حوادث انقلاب 1848 رو به اطلاع خوانندگانش از دید یک کمونیست مطرود ملعونی مثل مارکس بنویسه. این توانایی برای آدم‌ها در جامعه غربی به تدریج پدید آمده بود که همه چیز رو در ادبیات خلاصه نکنه، در حالی که انسان روسی در شرایط حکومت استبدادی تزاری هیچ راهی نداشت جز این که در زبان ادبی و بیان ادبی همه آزادی خواهیشو بده. شما متون بزرگ سیاسی تو قرن 19 تو روسیه نداری، متون خیلی بزرگ سیاسی نداری، شاید مهمترینش نوشته هرزن باشه، نوشته معروف هرزن باشه در عنوان من محکوم میکنم که یه رساله است. معمولا هم چوبشو میخوردن، کارشون به سیبری کشیده میشد، اما ادبیاتشون این نقشو عظیم داشت. شما رمانهایی رو دارید که توش عقاید سیاسی اجتماعی به فریاد میاد، به بیان میاد، داستایفسکی، خود تولستوی و چرنیشفسکی و لسکوف و تورگنیف، حتی تورگنیف لیبرال غرب زده که پاشا دو رفته بود غرب و پیف پیفش بالا روسیه رو با تحقیر نگاه میکرد و بعدا انقدر مورد ستایش آیزا برلین بود که این آدم بزرگترین نویسنده روسیه است و اینکه نوآور بوده تو ادبیات بوده و اینکه کمونیست نبوده، چپی نبوده، رادیکال نبوده و آدم بسیار ملایم طبعی بوده، رفق فلوبر بوده، با هم دیگه رفت آمدی میکردن، آثارشون رو برای هم میخوندن، زبونهای مختلف میتونست چیز بنویسه و نگاهش هم به روسیه واقعا به معنی که آل احمد میگفت قرضاده بود. یعنی نگاه یاده این بود که جامعه روسیه رو عقب افتاده و وحشی میدید که حقم داشت تصور میکرد که از این جامعه چی بر نمیاد مگر آتش یک انقلاب سوزان، که اینم حق داشت و اصلا وقتش رو صرف این نمیکرد که رساله های سیاسی هم برای اونا بنویسه. اما در آثارش پره پدران و فرزندان اولین اثر بزرگ ادبیات جهانه که توش نیهیلیسم مطرح میشه، یه شخصیت نیهیلیست بازاروف پیدا میشه و این شخصیت نیهیلیست رو به جامعهش نظر میده و چندین صفحه در طول رمان که با روش تورگنیف پسند نمیخونه به عقاید سیاسی اختصاص داره که بازاروف عقاید سیاسی شد تو دعوایی با یه آدم دیگه توی مهمونی به تفصیل بیان میکنه. جامعه روسیه به این دلیل که در ادبیات یک نقش مسیانیک، نجات بخش و رهایی بخش میدید، ادبیاتش مورد بحث خودش قرار میگرفت. بسیار دشوار بود که شما از مثلا فلوبر بخواید یک عالمه نقد ادبی بنویسید، مخصوصا که هنوز روشهای زبانشناسی نیامده بود، حتی یه مقدارم شعورش نبود که بفهمه که چقدر فلوبر بزرگه، چون خیلی جلوتر از زمانش بود، اقلا 50 سال زودتر از موعد نوشته بود. ادبیات جهان وقتی به فلوبر رسید که 50 سال از مرگ فلوبر می‌گذشت. ولی در مورد روس‌ها اینجوری نبود. در مورد روس‌ها می‌ارزید که بشه راجع به کاراشون بحث کرد، به خصوص که نقد ادبی هم اینجا یه نقش متن دوم پیدا می‌کرد. شما عقاید اونو که توضیح می‌دادید یه بار دیگه همه فهمش می‌کردیم، با لذت اینو می‌فرستادیم به میون مردم. لنین وقتی که درباره مثلا تولستوی می‌نویسه، اسم مقاله‌ش هم هست تولستوی آینه انقلاب روسیه، تولستوی مرتجع، تولستوی مذهبی، تولستوی سلاف پرست، تولستوی اشرافزاده، تولستوی عشقاو یا ناکارنینایی آینه انقلاب روسیه است، راست میگه، به کاملا لنین راست میگه، این چوشه تو تمام آثار است. موقعی که لوین بر توی آناکارنینا میده به روستاها و شروع میکنه مثل پوپولیستای اون موقع روسیه با خلق عجین شدن و باش کار کردن، شما استالینو میدونید قشنگ میتونید بدونید. علاوه وقتی که توی این مقاله کوتاهی که آخر ترجمه اول شیاطین یا جن زدگان یا تشریف شدگان، هر سه تا اسم رو به این رمان دادن، یه مقاله نوشته بود، میگفت که به حقم راست میگفت، میگفت تو آتش سوزی این رمان من انقلاب 1917 رو میبینم، به راحتی میشد دید. هیچ
اغراق‌آمیز نبود که حتی آدم‌هایی که هیچ ربطی به زندگی سیاسی نداشتن مثل چایکوفسکی آثارشون بتونه معنی سیاسی پیدا کنه، وقتی ناقد راجبش می‌نویسه حرفاشو بزنه، حرفای دلشو بزنه. به همین دلیل هم هر کدوم از بزرگان انقلاب روسیه از اولین نسل بولشویک‌ها ناقد بودن، همه‌شون درباره ادبیات یه چیزایی نوشته بودن، یا مثل لنین سواد بودن مزخرف نوشته بودن، یا مثل تروتسکی و بخارین با سواد بودن و مقاله‌هاشون سطح بالاتری بود، ولی کارشون به هر حال توجه به ادبیات دورانشون هم بود، خیلی با دقت اون رو دنبال می‌کرد. این که در آثار ادبیشون هم در آثار سیاسیشون هم دائما به ادبیات برمیگردن کم سابقه است، خیلی خیلی در ادبیات دورانشون، مثلا تو مارکس هست، شما آثار مارکس رو که میخونید میبینید مدام به ادبیات برمیگرده، یعنی آدم با سواد قولی بوده، همه چی خونده بوده، همه رو حفظ بوده، هر وقت لازم میدیده یه نقل قول هم میآورده و آدم رو مرعوب میکرد. شما اگر کاپیتال رو بخونید از تعداد نقل قول هایی که از سن اوگوستن توش آمده تا بالزاک توش آمده تا کل ادبیات غرب به خصوص گوته، به خصوص شکسپیر تو آثار مارکس میاد، حیرت میکنیم. گاهی اصلا با این اصطلاحات اینا بازی میکنه که ما باید کشف بکنیم. مثلا وقتی که تو 18 برومیر میگه که موش کوبر انقلاب داره کار خودشون زیر میکنه، اشاره به حملته، جاییه که پدر حملت از زیر صحنه حرف میزنه و میگه که بقیه قسم بخورن که او رو ندیدن و اونا هی لفتش میدن و این هی میگه قسم بخوریم و حملت با پاش میزنه به صحنه، که اون زیر صحنه ستاش میاد، حملت با پاش میزنه به سر پدرش اون پایین و بهش میگه این موش کورتو هنوز اونجا هستی. این اصطلاحی که مارکس عاشقش شده، مارکس معتقد بود انقلاب توپ یا موش کوره، انقلاب اون زیر جامعه بورژوایی رو داره خالی میکنه. این چنین چیزایی تو مارکس فراوونه و زیبا هستن، خیلی زیبا، و اینکه هم خودش قریحه ادبی داشته و نابغه بزرگ بود بدون شک، به عنوان یه نویسنده یکی از برجسته‌ترین نویسنده‌های تاریخ بشر، آثارش که می‌خونیم همتا نداره به عنوان یه نویسنده ادبی. این یه جوری در نسل بعد از بین میره، نسل بعد به خصوص مارکسیستایی که شروع میکنن این عقاید رو تو جامعه رایج کردن بسیار پمفلتیست بودن، خیلی شبنامه نویس بودن، خیلی آسون نویس بودن. تو اروپا تقریبا تمام ادبیات چپ اروپای آخر قرن 19 خیلی بگیم هولگره، خیلی آمیانه است، خیلی غیر ادبیه و خیلی مثل آثار روزا لوکسانبورگ، خیلی نمونه خیلی خوبیشه آثار روزا، آثاریست که درخشی میگم روزا میگم چرا آدم به زنها که میرسه به خودش حق میده اسم کوچیکش میده بگی، مثلا شاعره رو میگی فروخ در حالی که فرخزاد اونم روزا لوکسانبورگه. وقتی شما آثار لوکسانبورگ رو میخونید خشن، صریح و غیر ادبیه. در کل کتاب انباشت سرمایه، در کل مقاله رفرم انقلاب یک مثال ادبی نیست، یک دونه مثال ادبی نیست. به نظر میاد روزا لوکسانبورگ از ادبیات دور بود، یا اگر دوستاشون رو ربطی به آثار سیاسیش نمیدن، اما روسا اینجوری نبودن. اسم کتاب لنین چه باید کرد از کتاب چرنیچسکی آمد، اسم یک کتاب بود چه باید کرد، یا حتی لنین که دیگه از همهشون آمیانه نویستر و آمیانه فکرتر و آخوندتر بود، یعنی فقط دیگه نقل قول می آورد تا حرفش رو ثابت بکنه، از این جهت افتضاح آثاره، حتی او هم پر نقل قولای ادبی، یعنی همه آثارش پر نقل قولهای صدد از عمدتاً ادبیات روس در مورد لنین. ولی وقتی به تروتسکی می رسید از ادبیات جهان عظیم. تروتسکی هنرشناس بوده، هنرمند بوده، در سال 1916 یه فیلم هم بازی کرد، یه فیلم یه نقش یه شوهری بهش خیانت میشه رو ایفا کرد که خیلی هم دانمکه، من اینکه همیشه فکر کرد داره بهش خیانت میشه، اون نویسنده کتاب انقلابی که با آن خیانت شده دی. آره، ژئومتری که تاریخ سینمای مستند رو نوشته از این فیلم یاد کرده، یه عکس هم داره از تروتسکی در اون صحنه که از یک نمایش معروف ودویل بورژوایی دورانه، که این فیلم یک زنی که به شوهرش خیانت میکرد، شوهر بدبخت تروتسکی، اون زن هم لابد انقلاب روسیه. بعد این نقادی ادبی در واقع بگیم اجتماعی میمونه تا امروز با قدرت باقی است. به راحتی میشه گفت نه فقط در آثار مارکسیستا، در آثار امروزی فمینیستا این نقادی به طور کامل باقی است. فمینیستا وقتی نقد ادبی میکنن عمدتا از یه پرمیس اول شروع میکنن، البته خب یه مقداری به خاطر پیشرفت نقد ادبی که ازش یاد میکنن که زبان شناسانه میشه اونا مطرح میشه ها، اونا نه که بخوام بگم نقد بولگرا میانه، ولی بنیانش اینه ما در یه جامعه زندگی میکنیم که در این جامعه زنان تحت نفوذ مردان هست، حقوقشون کمتره
و جامعه نگاهش به زنها نگاه فرودست، فرادست به فرودست. جامعه مردان و زنها در جامعه در سفارت زندگی میکنن. پرمیس اول که این باشه، شما هر اثر ادبی رو با این میتونیم بخونید. این بنیان اجتماعی فکر در واقع منظورم طبقاتی، نژادی، اقلیتی همیشه یک جور کار میکنه. ادبیات گی، ادبیات لزبیان، ادبیات اقلیت‌های جنسی هم الان همین شکله. شما وقتی میخونید ادبیات نژادی اول قرن 20 هم در آمریکا، نیمه اول قرن 20 تو آمریکا همین بود. آثاری که درباره وضعیت سیاه‌ها نوشته شد، به ندرت ادبیات میتونست از شر انقلاب شد. چرا؟ چون وقتی اقلیتی به ندرت میتونه از شرش برات کنه، خود به خود این طور میکشونه به طرف یک ادبیات معترض به نظم موجود. حالا یا خیلی ساده نگاه میکنی مثل کلبه عموتوم، خیلی راحت میتونی جهانی رو بسازی که درش این ظلم‌ها اتفاق میفته، همه هم شرح میدی. مثلا ادبیات زیادی داریم که خب بدبختی بزرگیست که تو آمریکا باشی، کارگر باشی، زن باشی، سیاه‌پوست باشی، سه تا بدبختی با هم. یکی رمانی که توش یک زن کارگر سیاه‌پوست مورد تجاوز قرار میگیره، حقوقش از بین میره، همه بلش میکنه، پر این ادبیاتیه که خود به خود وقتی تو چنین موقعیتی هستی نیست. اما یه نوع هوشمندانه تر هست، مثل کافکا، تو اقلیت باشی، مثلا ادبیات اقلیتت خیلی عام بشه، یعنی از وضعیت خودت یاد نکن، این وضعیت خودت رو تبدیل کنه به یه وضعیت بشری. قصر جلوت باشه، محاکمه جلوت باشه، نسخ جلوت باشه. خب اون نبوغ بزرگ ادبی میخواست خب کافکا داشته، حیات بیچرسنو داشته، چنین چیزی رو میشه به راحتی مجسم کرد. ولی نقد ادبی نمیتونه به هیچ کدوم اینا که میرسه بی تفاوت بمونه به اقلیت بودن نویسنده. اقلیت بودن نویسنده اینجا خیلی برجسته میشه. نویسنده ای که مثلا در ایران امروز هموسکسوئل باشه و یه اثری رو پدید بیاره که این اثر 20 سال بعد خونده بشه، غیر ممکنه که بتونی تو دیگه اینو از یاد ببری که این در دوران جمهوری اسلامی، در دوران احمدی نژاد، یک موجود یکی بوده و که احمدی نژاد همه جهان ثابت کرده که ایران دوچار همچین موجود نیست و این یه دونه آدم اینجا این رمان رو نوشته. محاله بتونی از این فرار کنی، محاله که بتونی فکر کنی که در دهه 20 در آلمان زندگی کنی، یهودی باشی و این یهودی بودن تأثیر نذاره توی آثارت، توی فکرت، یا تو فکرت مثل آدورنو اثر میذاره یا تو آثارت اثر میذاره، آثار هنری اثر میذاره. در حال همه این مفهوم اقلیت بودن همراه ادبیات باقی مونده. نقد ادبی که اینا رو با هم دیگه پیش می آورده تقریبا تمام تاریخ قرن 19 رو میگیره. شما گاهی هم یه ترکیبی از اینا رو دارید. بلینسکی نمونه عالی یک نویسنده ناقد ادبیه که همه اینا رو داره. از همه اینا میتونه هر وقت لازمه استفاده کنه. اساسا نقد اجتماعیه ولی به نقد سمبولیستی هم نزدیک میشه. ادبیات قرن 20 به یه دلیل واضح تغییری که ادبیات کرد، نحوه فهم ادبیات، نظریه ادبی و نقد ادبی هم فرق می‌کنه. اونم پیدایش مدرنیسم. شما حالا با یک دنیای دیگه روبرو هستید. در از یکی دو قرن ما عادت کرده بودیم روال تک خطی معیار باشه. حتی مادام بواری هم اینجوری، حتی سالامبو هم اینجوری، حتی آنا کارنینا هم اینجوری، داستایفسکی بزرگمون هم اینجوری، یعنی نوآورترین نویسنده قرن 19 که داستایفسکی بدون شک با اطمینان مطلق میشه اینو گفت، از اون نوآورتر ما در ادبیات قرن 19 نداشتیم. تک خطی یه داستان رو شروع میکنن، طول زمان میرن جلو تموم میکنن. حالا از 1890 در ادبیات اروپا یه نوع داستان سرایی شروع میشه، یه نوع قصه نویسی شروع میشه که از وسط شروع میکنه، میپره اول میپره آخر. ما عادت کرده بودیم که یا دانای کلی از بیرون باشه یا شخصیت رمان خودش حرف بزنه، من باشه و داستان رو با یک آگاهی محدود تعریف بکنه یا با آگاهی نامحدود دانای کل. مثلا یه نفر باشه که برای ما کل جنگ و صلح رو تعریف کنه که آقای تولستویه، یا یه نفر باشه که یه منیه که داره میگه که چیا رو دیده و بره جلو، که خیلی دیگه دستاورد بزرگ ادبی قرن 19 ایم که تازه فهمیده بودم میشه از زمان منم هست. یه فرمای ریشتری هم پیدا میکنم مثل نامنگاری که خیلی تو ادبیات قرن 18 به خصوص و 19 ادامه داشت. اونم این است که داستانی رو تو از طریق نامه ها دنبال کنی. چه
که حالا مثلا یه نویسنده امروزی از طریق چت میتونه سر ادامه بده، مثلا همین مثل دلبستگی های گزیده، بله، رشته نامه هایی که همه برای هم اینا برای هم می نویسن. حالا گاهی نامه ها بین دو نفره که هم عاشقانه هم اجتماعی، گاهی نامه ها پراکنده است برای افراد مختلفه که تو قصه میاد. ترفندهای مختلف و ادبی پیدا میکردن که از این هوشمندانه تر و جلوتر نبود. حالا شما با یه جوش طرف بودین یه دفعه در مثلا اولین سالهای قرن بیستم که یک میرفت و مغز یه آدمی و جست گریخته بودن آگاهی اون میشد پایه روایت داستان. دوبار قصه عجیبی دریف نمیکرد، قصه هم یه قصه اسطوره‌ای بوده مربوط میشده به اودیسه در یونان اول، در ادبیات کلاسیک یونان. بعد هر فصلیشو با یه ترفند ادبی نوشته بوده، یکیش نمایشنامه بوده رسمن، یکیش شیوه روزنامه نگاری بوده، یکی شیوه نامه نگاری بوده، یکیش خوندن یه متن بوده، یکی رفتن تو مغز یه آدم بوده که نبوغ‌آمیز بوده، به خصوص فصل آخر کتاب یولیسس. حالا با این روبرو بودیم، حالا با یه نویسنده روبرو بودیم مثلا به سوی فانوس دریایی. فصل اول و فصل دوم یه قصه رو تعریف میکنن با فاصله چندین سال، یکی قبل از جنگ یکی بعد از جنگ. فصل وسط که نبوغ محض جنگه، این جنگ خراب شدن یه خونه است. شما 80 صفحه تقریبا 50 صفحه فصل دومو داره که یه خونه ویران میشه، خونه ای که فصل اول و سوم میبینی، این خونه در حال از بین رفتن، ساکنینش ولش کردن رفتن، جنگ اول جهانی ادامه داره، جنگ بیان نمیشه، بمب هم رو خونه نریخته، منتها خونه به علت اینکه ساکنین رفتن داره دچار زوال میشه. کنسپت زوال که در ادبیات مدرن اثر چیز بزرگی. خلاصه تو شعر هم همینطور، شما یه دفعه تمام قواعد کلاسیک شاعری رو از بین بردی. تو همه هنرها، تمام رشته‌های هنری مدرنیسم داره پیش میره، طبیعتاً نقد نمیتونه دیگه به اون روش‌های قدیم اینا رو بیان کنه. شما به یه آدمی طرفین که با 50 زبون زنده و مرده دنیای رمان نوشته، فینگنز ویک جونز. این رمان هم باز به این سادگی نیستش که بعد جنس مثلا هر فصلیشو به این زبون نوشته باشه، هر سطریشو به این زبون ها نوشته و هر لغتیشو، یه لغتایی رو ساخته از ترکیب زبونای مختلف، من جمله فارسی هم توش هست که مثلا 7 زبون یه لغت میسازن، لغتایی که اصلا در انگلیسی وجود نداره، در ایرلندی هم وجود نداره، در هیچ زبونی وجود نداره، یک ترکیب ایناست با هم. خودش میگه من یه کتاب نوشتم که تا 400 سال دیگه عمر بذاره سر کار. کتابی نوشته که حجم کتابایی که دربارش فقط به صورت انوتیشن که توضیح بدن که این چیه از 100 تا بیشتر یه کتاب خونه میشه. کتابی نوشته که خود من برای اینکه بخونمش یک سال عمرم گذاشتم، یک سال کامل زندگی 60 سالم صرف این کتاب آقا شده، تازه کمه، تازه نمیتونم بگم کتاب فهمیدم یا اینکه خوب خوندم، به راحتی ممکنه تو هر امتحانی رد شم برای این کتاب. کتابش که قرار بوده 400 سال تاریخ بشر بزن. خب حالا شما با این روبرو این، معلومه که نقد زبان شناسی میشه دیگه، مثل روز شناسی دیگه، نمیتونی با اجتماعی به این جواب بدی، نمیتونی سمبولیک جواب بدی، شاید به یولیسس میتونستی، هنوز میتونستی که مثلا استیفن رو با یولیس مقایسه کنی، آقای بلوم رو با یکی دیگه مقایسه کنی، پنلوپ داستان هومر رو بیاری مری بلوم آخر قصه رو کنی، هیچ کارا شاید میشد کرد، ولی با فینگنز ویک نمیشه. این داستان یک میخونه چیه، یه بار داره از این بارهای خیلی مشهور دابلین کنار رودخونه لیزی که شب سر شب آدم های میان اونجا و مشروب میخورن و میرن و این میبنده و میره میخواب. یه دختر داره، یه زن داره، دو تا پسر دوقلو، اینا خواب میبینن، کابوسای اینا میاد، کابوسای اینا که تموم میشه صبح میشه، کابوسای اینا در هم تنیده میشه و همون زبونی که خدمتتون گفتم، هیچ کابوسی بیان نمیشه، کابوسا در هم قاطی میشه، بدتر زندگی واقعی سر غروب هم توش قاطی میشه، درسی هم که دو قلوها پیش از خواب خوندن توش قاطی میشه، همه اینا از اول تا آخر کتاب میره. شروع کتاب یه جنبه ای از وسط درباره حرکت رودخونه لیفی که شبیه آدم و حوا حرکت میکنن، آخر کتاب قسمت اول این جمله میاد، کتاب با قسمت اول این جمله تموم میشه، یه دایره بسته. خودش سوار جهانبینی ویکو، تقسیم تاریخی ویکو که 4 دوره تاریخ بشری رو میگه که آخریش زوال، این دوره که ما توش زندگی میکنیم.
ما یعنی حتما ما دنیا. خب این ساختار مدبر، این بیان مدبر، این زبون در هم شده، این کابوسای در هم تنیده شده بزرگترین اثر ادبیات رو می‌سازه. ولی این اثر ادبیات با هیچ روشی نمی‌شه خوند و برای دیگری تعریف کرد یا غلطش رو گرفت. چنانکه ناقدهای قبلی مشغول این بودن که مثلا یقه یکی رو بگیرن مچش رو بگیرن و دیگه اینجا رو اشتباه کرد، چونش دیگه اشتباه تو کارش نبوده. جهانی که ساخته باشه خدا، عین خدا یه جهانی ساخته، عین خدا، هیچ فرقی نداره، یه خدای کامل یه جهانی رو ساخته. این جهان دیگه کوشش میشه ایراد گرفت، باهاش چیکار میشه کرد؟ هیچ راهی نداره جز اینکه بری خیلی دور ازش وایسی، به تحقیق زبانی دربارش بکنی. درنچه نقد ادبی به طرف نقد زبانشناس، نقد استرکتورها، نقد فرمهای بیان کشیده میشه. دو تا مکتب بزرگ اوایل قرن بیستم، یکی فرمالیسم روسه، یکی نقد ادبی نوعی آنگلو ساکسونه که در انگلیس و آمریکا رشد میکنه. هر دوتاشون بر این نکته ها تاکید دارن. مؤلف رو ول کنه، دیگه مؤلف مرده، متن مهم، متن رو از نظر زبانشناسی میشه. خب ما متن رو از نظر زبانشناسی میخونیم چون با زبان بیان شده. یه متن موسیقی رو که نمیشه از نظر زبانشناسی خوند، بنابراین کار ما محدود میشه. ادعای نقد ادبی به این که میتونه همه راه‌ها رو برای همه باز کنه فعلا، یعنی در اولای قرن بیستم محدود شد. آخرای قرن بیستم با استرکتورالیسم باز میشه. ما به جای زبان فن بیان رو میاریم، شگردای بیان رو میاریم تو سینما. کریستیان متز و خیلی‌ها میتونن نقد استرکتورالیستی سر فیلم بکنن. ولی این آخرای قرن بیستم. اولای قرن بیستم نقد ادبی ادعاشه که راهنمای نقدهای دیگه است از دست میده. نظریه ادبی ادعاشه که نظریه رایج و قطعی بقیه است از دست میده. مثل خیلی چیزا که بشر از دست داده. بشر معصومیتش رو با جنگ اول از دست داده. بشر پاک بودنش رو از دست داده. اطمینانش رو با آینده از دست داده. کنسپت توسعه رو از دست داده. یه جنگی ساخته که 50 میلیون نفر آدم کشته. این آدم‌ها رو با گازهای سمی کشته. بی خود می‌دانید. خریجت مطلق، هیچ چیزی دیگه نمی‌شه روش گذاشت. جنگ اول در جهالت مطلق شروع میشه و جهالت مطلق تموم میشه. خشنترین انقلاب تاریخ هم یک گوشش اتفاق میفته و آدم ها میریزن بیرون که تاریخشون رو تعیین کنن و گولاگ میسازن و یه آدم هایی که توی بحران مخوف اقتصادی گیر کردن فاشیست ها رو میارن سر کار و از مجموعه اینا تاریخ تبدیل میشه به اونچه که جویس میگه تاریخ یه کابوسه که من سعی میکنم ازش بیدار شم. تو صفحه 16 یولیسس اول کتاب استیفن که به دوستش حرف میزنه این جمله تاریخی رو میگه، تاریخ یک کابوسه که من میخوام ازش بیدار شم. تاریخ برای ما رقمهای بدی زده، برای هممون، ما ایرونی ها که ماشاءالله خوب ازش خبر داریم، میدونیم که کجا زندگی. این تاریخ با همه یه فشارهایی که تو وجدان ما داره، چون خیلی همون ساختیمش، مارکس راست میگه ما ساختیم، خیلی هم خیلی هم. بنده شخصا اوین رو در شب 22 بهمن فتح کرد، بنابراین تاریخ من ساخت، نسل من این تاریخ رو ساخت. این تاریخی که ساختیم کشتار، آدم کشی، مرگ، فاجعه، اختناق، شلاق زدن، سنگسار کردن و پشتر شما بود. پس مسئولش هم بود. این رو دوشم سنگینه میکن. هیچ جور نمیتونم از دوشم بردارم. میتونم مثل خیلی از همشهریان بگم دیگران انقلاب کردن. اما شب که میرم میخوابم که میدونم من انقلاب کردم. فکر نمیکنم اشتباه کردم. نظم قبلی فاسد باید میافتاد. بنابراین یه جایی برای خودم یک پوزه فرار باز میذارم. یه آدمی به هم میگه اگه با من مخالفی پاسپورت بگیر برو. بنابراین مجبورم بندازمش. من میخواستم ایران زندگی کنم. اون نمیذاشت. پس باید اون میرم. به همین سادگی. پس انداختمش رفت. در رفتن اون خیلی چیزها رفت. چیزهای جدید که آمد بهشت نبود. خیر نبود. سعادت نبود. همه اینا رو دوش من سنگینه میکنه. تاریخ کابوسیست که جوش ازش حرف میزنه. از این کابوس دیگه نمیتونی با ستایش حرف بزنی، دیگه نمیتونی با نگاه پیشرفت مارکسیستی و کندورسه و نمیدونم قرن 18 فکر بکنی، دیگه نمیتونی بگی تاریخ حرکت از ضرورت به آزادی مثل هگه، حالا مثل آدورنو میگی تاریخ حرکت از تیرکمون به بمب هیدروژنی. تاریخ تاریخ کشتاره، تاریخ بشر تاریخ تجاوز، قارت، زور، اختناق، نیهیلیسته. نیهیلیسم قرن 19 میاد به قرن 20 گولاگ ساخته میشه. دو تا جنگ کردیم تو قرن 20 جنگای جهانی. بنزه کافی آدم کشت. جنگای منطقه‌ایمون یکی از کوچیکاش ویتنام. 1 میلیون ارتش آمریکا رفت اونجا. برگشت. هیچ کس
دیگه یادی ازش نمیکنه. این رفیق عزیز من که از رئیس جمهوریش خوشحال شدم کجا آمده بگه که این امریکن وی آف لایف چیز گند مزخرفی؟ کی آمده بگه که ما امریکایی ها مسئولیم؟ کی آمده بگه که ما تو ویتنام چی کار کردیم؟ عاشقشه، ستایشش میکنه، ولی به ما نمیگه که تو ویتنام آدم کشتن، نمیگه مسئولن، نمیگه جنایت کردن. هنوز فکر میکنه حق باهاشه. رقیبش شهید جنگ ویتنامه، جانباز جنگ ویتنام بوده. با افتخار یادآوری میشده که اینجوری نمیتونه بکنه، برای اینکه تو ویتنام مثلا زخمی بوده، شکنجه شده، خودشون شکنجهگاه ساخته. بچه این تاریخ پیچیده ای، همه طرفش بدن، همه طرف شرن. میشه که تصمیم میگیری طرف یکیشون باشی؟ میشه دلت برای یدشون بسوزه طرف یکیشون باشی؟ اما اگه عمیق‌تر نگاه کنی شرن. چه فرقی از بین حماس با اسرائیل؟ شرافتمندانه از نظر اخلاقی چه فرقی هست؟ آدم ها رو میکشن. کسی که میتونی بچه 16 ساله رو بهش یه چیزایی ببنده بفرستاتش، یه جایی آدم هایی رو که اونا نظامی نیستن بکشن، چیه جز تروریست؟ و کسی که میتونه در عرض 2 هفته 1500 تا آدم بکشه که 1000 تاشون بچن، چیه جز تروریست؟ این هیولایی که قراره نخست وزیر اسرائیل بشه، چه کسی غیر از یه تروریسته؟ این خانم زیپی. از اون طرف این خالد مشعل کیه؟ از اون طرف حامیاش من جمله دولت ایران چه میکنه؟ شما تو این دنیای نیهیلیستی که گیر میکنه شر مطلق رو میبینه، نقد ادبی توش میمونه که بخواد نظام ارزش گذاری بهتر از بدتر رو بسازه. نمیتونه بگه چی درسته چی غلطه. توی جهانی زندگی میکنه که شر مطلق داره درش حکومت میکنه. هرگز بشر این همه آدم نکشت با روش های جدید که تونستن نازی ها بکشن. و شرم‌آور اینه که رئیس جمهور یه دولت انقلابی یه جای دیگه یه دنیا بعدن بزنه زیرش، در دفاع از هیتلر بگه اصلا که حرفا چیه؟ هولوکاست قصه هست، هولوکاست افسانه هست. 4 تا از این خاخامام دعوت بکنه که اونا ثابت بکنن که هولوکاست قصه هست. وقتی تو اینجایی که تاریخ محو میشه، من آدمایی رو دیدم که علامت آشویتس داشتن، آدمایی تو زندگی خودم دیدم که بازوشون علامت آشویتس داشت، آدمای زیادی هستن، بیشمار آدمای نابغه قرن 20 هستن که یا از اون تو آمدن یا کس و کارشون اون تو کشته شد. این همه شاهد داریم، این همه آدم داریم، ولی همینا الان به اسم اون فاجعه بشری یه جای دیگه فاجعه بشری ساخته میشه، مثل غزه. وقتی تو این دنیا زندگی میکنه، نقد ادبی دیگه نظام ارزش گذاریش از بین میره، مجبوره به فرمال ترین شکلی کار کنه، به فرم خالص، به زبان بشری تکیه کنه، نه چیز دیگه. مهم نیست که این زبان چه محتوایی رو میده، چون محتواش ننگین و زشته دیگه. تنها راهی که داری اینه که فقط خود فرم زبان رو ببینی. نقد ادبی و زبان شناسی عجین میشن. با یاکوبسن، لویستروت، شعر بودلر دیگه از نظر معنایی نمیخونن، فقط از نظر سیلاب ها میخونن، فقط استرکتور براشون استرکتور زبانیش میشن. برای متس دیگه مهم نیست که فیلم چی میده، دیگه مهم نیست که جان وین چیکار است تو فیلم، دیگه مهم نیست که آیا فیلم جان فورد طرف سرخپوست است یا ضد سرخپوست است، اینا همه کشکه دیگه. اونی که مهمه این است که آیا تختی نماها درسته، آیا سر جاش همه چی قرار گرفته، آیا پیرفت و سکوئنس نماها منطقیه، اگر منطق داره منطقش چیه، این منطق شبیه منطق جملات هست یا نه. حتی یه کمونیستی مثل پازولینی وقتی که نقد سینمایی مینوشته به زبانشناسی تکیه میکنه، که من تو کتاب از نشانهای تصویری تا من تئوری شد دادم، هم مهم بودنش و هم انتقادهای جلوش میشه. درنچه ما به یه نقد رهایی از محتوا میرسیم، نقد فرمالیستی. حالا خود متن مستقل از همه چی باید فهمیده بشه، مستقل از پیامی که توشه. زبان یه امر فراتاریخیه، به این زبان همه حرف زدن، حتی استالین احمق هم اینو فهمید. رساله زبان شناسی مارکسیسمش میگه که عجیبه، ما میگیم زبان رو بناییه ولی متوجه میشیم که روس ها همیشه به این زبان حرف زدن، پس چرا تغییرات زیربنایی زبان رو عوض نمیکنه؟ پس نتیجه میگیریم یک پدیده در دنیا وجود دارد که تغییر ناپذیر است. خیلی زبان هم خیلی راحت تغییر میکنه، اتفاقا با تغییرات اجتماعی هم تغییر میکنه، ولی استرکتورش باقی میمونه. زبان واژه هاش زیاد میشه، شکل بیانش عوض میشه. زبانی که من امروز حرف میزنم زبانی نیست که من 30 سال پیش حرف میزدم.
ما به زبان فارسی لغات بسیار شریفی مثل مستضعف و مستکبر اینا رو وارد کردیم. ما از زبان فارسی یه سری لغات رو خارج کردیم. ما با زبان فارسی جهانی رو بیان کردیم که قدیم جور دیگه بیان می‌کردیم. اما استرکتور بیان زبان فارسی یکی بود. این استرکتور یکسان به قول استالین فراتاریخی پایه نقد ادبی میشه. نقد ادبی فرمالیستای روس به خصوص به شکل درخشان اینو پیش میبره. بعد تاثیر میذاره رو نقد استرکتورالیستی چک توی مکتب پراگ و میاد تو فرانسه توی نیمه دوم قرن. اما چنان که ریکور به درستی میگه، اشکال یک چنین روشی چیه؟ متن رو مثل یه جسد میبینه. شما جسد رو میگیرین، میشکافین، کشف میکنین کالبد چکاپیش. کشف میکنین چی به چیه. اما دیگه زنده نیست. دیگه کار نمیکنه مغزش این جسد. شما جسد رو فقط باز کردین که ببینین کلیه چه فاصله از کلیه دیگه داره. 60 70 100 تا جسد که این کارو بکنین، یه حکم نظریه یه علمی هم میگین، یه کلیه یه ذره بالاتر از یه کلیه دیگه است. میدونی کار دکتر راست میگه. من کلیه رو خوب میدونم چون تو زندگیم گرفتارش بودم. سه بار اولش کردم و 40 بار سنگ کلیه ساختم. من چه کلیه رو خوب میشناسم، اون برام وجود داره. معمولا اعضای بدن وقتی وجود دارن که خرابن، یعنی که اصلا حس نمیکنی از مخصوصا مغز. آره، این چیز، این پدیده خطرناکه به این معنی که متن از همه الگوهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، تاثیرگذاری بالا پایینش خالی میکنه. متن رو میذاره جلوش و کالبد چکافی میکنه. قرار نبوده ناقد تبدیل بشه به پزشک عمومی، پزشک قانونی. قرار بر این نبوده که جسدها رو دستش بدیم، قرار آدمای زنده رو بشناسه. آدمای زنده رو رولان بارت خوب میشناسه. همه این روشا رو با هم داره. شما بزرگترین ناقد ادبی قرن بیستم رولان بارته. تقریبا حالا که قرن پشت سرمون گذاشته شده و آثارش رو میخونیم با اطمینان میتونیم این رو بگیم. قرن بیستم از او بزرگتر در ادبیات پس نداد، در نظریه و نقد ادبی. رولان بارت همه اینا رو داشت. هیچ کدوم اینا از نظرش دور نمیشد. توی کتاب استف همه این روش‌ها رو به کار گرفته که یه قصه بالزاک رو بخونه. تاریخی هم هست، نه اینکه حذف کرده. زبانشناسی هم هست، خیلی هم کامل، خیلی هم دقیق، حتی بهتر از یاکوبسن و لویس‌تروس و اون مقاله. هرمنوتیکی هم هست، میخواد معناهای توی متن هم بیرون بکشه. همه اینا رو با هم ترکیب میکنه در خوندن هر متن. کنسپت‌های تازه میآفرینه. مثلا یک کنسپت برای متن موسیقی میآفرینه که بهش میگه بذرها یا دانه‌های صدا، گرند به فرانسه، گرند بوها یعنی بذرهای صدا. که این کنسپت برای انواع صداهایی است که ما میپذیریم به عنوان صداهای هنری. و ایرادی که به یک خواننده بزرگ دیتریش فیشر دیسکاو میگیره که از صدای اون بدش میآمد اینه که میگه که این فاصله رو دیگه نداره، انگار از ریه به گوش من میرسه، به زبان، به دندون، به زبانچه، به اینا کاری نداره، اینا حضور ندارن، خطا تو کارش نیست، اینجوری نمیکنه، میدونید، صاف به گوش ما میرسه. در حالی که زیبایی نیست، زیبایی نقصه، نقص هم همراهشه. خود ماها وقتی که الان آثار ویولونسلو میشنویم، همیشه که این چوبه نمیخوره به چوبه، همیشه که این چوبه آرشه به چوبه بدنه ویولونسل نمیخوره، قرارم نمیخوره، بهترم بود که نخوره، ولی معمولا میخوره. همیشه که نوازندش نفس عمیق نمیکشه، ببین یه سازی بسیار سنگین بهش تکیه کرده، دستش مجبور خیلی حرکات فیزیکی خسته کننده سختی رو که حتی قرنی هم تمرین کرده باشه از سختیش کم نمیشه تحمل بکنه. بنابراین اون یه خرخر نفس داره. این خرخر نفس رو دستگاه های ضبط میگیرن. شما وقتی ویولونسلی رو که مثلا روستروپوویچ زده تو سی دی گوش میکنین این صدا نیست. اما کنسرت که برین حتی چند ردیف دورتر هم باشه اینجور صداها رو ازشون میشنوین. صدای انسان، صدای آدم. گرین وود وقتی مینواخت برای اینکه حواسش رو جمع بکنه میخوند. الان آثار گلن گولد یعنی قطعاتی که گلن گولد زده رو وقتی که سی دی میکنن کشتن خودشون این صدا رو حذف کنن، اون ته یه صدای لوی میاد، میدونی تقریبا شبیه موزیک ژاپنی، یه چیز مخوفی از اون پشت میشنوی، خیلی قشنگه، آدمه، انسانه، میدونی داره جلوت نوازندگی میکنه. اون یه ماشین مکانیکی نیست که هیچ کار نکنه جز اینکه یه صدای باخت داره که تو کیف کنی. اون یه آدمه با کمبودهای فیزیکی، آدم خسته شدن آدم، یعنی با کمبودها. خودش میگه من کنسرت رو دوست ندارم، من اینکه موهمانای آخر سوناتا رو بد میزنم، خسته میشم، من دوست دارم ضبط کنم.
امروز مومان اول ضبط کنم، فردا انرژی بیام دومی رو ضبط کنم، بعد تا چهارمی. هر چهار تا کامل در میان، ولی هر چهار تا کامل نیستن، مجموعه کامل نیست. مجموعه یه سونات بروی بتوونه که قرار بر این بوده که تا خسته شید، چون آدم دیگه، ماشین که نیست که. انسانیتی که رولان بارت ازش تو موسیقی یاد میکنه بسیار چیز بزرگیه. این ریز ریز فیزیولوژی، این بدن آدم که وارد هنر میشه، یک کنسپتی که هایدگر تو فلسفه میاره، مرلو پونتی تو فلسفه میاره، رولان بارت تو نقد ادبی میاره. اینا کنسپتای درستیه. این کتاب اتاق روشنش به فارسی دو بار ترجمه شده. کنسپتایی که اون تو میاره، مخصوصا یک کنسپتی که از یونانیای قدیم به کمک هوسر میگیره که زخم زدنه، عکسایی که به شما زخم میزنن، عکسایی که خراش میدن، اونا خوبه. و اینو وقتی که میره توصیف میکنه، اصلا این نیست که مثلا عکس انسان و شکنجه شده رو ببینی خراش بخوری، یا گاهی اوقات فکرایی که سرش پیدا میشه. مثلا عکس یه پسر بچه رو گذاشته توپل بیریخ جلوی یه کلاس وایساده، پشت سرش چیزای کلاس هست، این عکس معروف اواخر اوایل قرن 20، پشت سرش صندلی‌ها چیده شدن، این پسر بچه اینجا وایساده با همچین حالت پیروزمند به هوا خجل، حالت که همه جلوی دوربین دارن، دوربین داره ازش عکس میگیره. خب اسمش ارنسته، چنان که اسم عکس هست. بعد باز سیرش این سوالو میکنه، ارنست الان کجاست؟ چه زندگی داشت؟ چگونه زیست؟ این اون خراشه. چه کسی وقتی عکسو میبینه به این فکر میکنه که آدم ها چه زجر هایی کشیدن؟ این اون خراشه. ببین این تو عکس هست، فقط باید کشفش بکنی. هرمنوتیک که دیگه کشف معناست، کشف معنای باطنی یه عکسه. دقیقا بله، میگه که اصلا معنی زخم زدنه به یونانی، یعنی اینکه عکس یه لطمه میزنه. ما تو هنر پی این هستیم، هنرهایی که بهمون زخم نزنه معمولا هنرهای خونسای مزخرفی میشن. ما توی هنر خیلی خواهان این حالت مازوخیستی هستیم که یه کمی اذیتمون بکنه. اگر موفق شه که از یه کمی بیشتر نره ها، اگر موفق بشه که کمی وجدان ما رو اذیت کنه، کمی ما رو به فکر ببره، خیلی لذت میبره. تقریبا مثل یه آدمی که بدون اینکه واسه مثلا داره درس میده اینو به اینجا فشار بده. خب انقدر فشار نمیده که سوراخ شه، ولی انقدر فشار میده که این زخمکی میخوره. برای چی؟ به که بیدار شه. و اینکه وقتی حرف میزنه خودش نمیدونه که این کاری که داره میکنه کمک میکنه به اینکه هوش و حواسش بیشتر شه. من همیشه اینو دستم میگیرم. یکی از دلایلش همین حالت پمپتو میشه. من با این دارم با یه زندگی درونی میسازم که میتونم درس بدم. یک شبک میتونم بزنم تو سر. یه حالت اقتدار معلمی که همیشه این هست، این معلم ها همیشه چوب دراز دارن بنابرای شعر یار دبستانی. به این ترتیب نقد ادبی نیمه قرن شاید چی شد، باقیشو میذاریم هفته دیگه. ببینم چقدر مونده. نه حالا تازه خودم میخوام برم سریال لاست رو ببینم. نه دیگه خیلی تموم شده. نه چیز فیلمه، فیلم دیویدیه. شنیدم که اپیزود پنجش هم آماده. بله آه اونو نمیدونست. آخه حالا خستتون کردم، ولی امروز زور من یه چیز ترسناک مخوفی تو کانال های تلویزیون کشف کردم. این ماهوارمون معمولا برای من مزه، من به طور معمول برنامه موزیک کلاسیک رو میبینم، اخبارم هست، به خصوص وقتی خبر برام مهم باشه. ایام غزه الجزیره رو میدیدم، بعد اوباما و تاجگذاری چون دیدم و همه اینا برام جالب. ولی آره، ولی به غیر از بی بی سی و سی ان ان و مترو شرافت مندانه بهتون میگم جای دیگه نمیدیدم. از برنامه ایرونی متنفرم، از بی او خیلی بدم، یعنی چندش هم میشه. اصلا تحمل این که وزارت خارجه امریکا برام حرف بزنه رو ندارم، تو نیست، چپیتر از اینم تو رو تحمل کن. و بی بی سی رو هفته پیش یکی دو بار که دیدم به دلم زیاد نشست، به نظرم یک کمی آبکیه، نه یک کمی ترسوه. اون حالت برانداز ویو هم بده، ولی اینم دیگه اینقدر از آخونده به ترسو خوشم نه. سی ان ان و الجزیره رو من خیلی دوست دارم، خیلی اونو تو اخبار معمولا به اون تکیه میکنم، برای اینکه خبرای منطقه رو درست میده. منم خب طبعا این برام مهم. بله فارسی، مگر بی بی سی اصلی خیلی خوبه، اونو من ببینم. ولی یه بی بی سی هم داریم که نمیتونم بگیرم که فیلم و اینا میده. نه
بعد اگر کانالی فیلمی چیزی بده به این دوستان میگم که مثلا امشب فلان کانال فیلم میده من تماشا کنم که به ندرت میشه، ولی آرته معمولا از ساعت 9 شب تا موقع خوابیدن هم آرته. امروز زور پسرم مهران من صدا کرد گفتش بیا ببین این تلویزیون ما چه چیزا نشه بود. 8 تا کانال ایرانی بود. 8 تا کانال ایرانی بود که من تا حالا ندیده. ترسناکترین کابوسی بود که نخیر کاش که جمهوری اسلامی بود. یه موجودات ترسناکی بودن. یک زن و مردایی بودن که من اصلا تصورشو نکرده بودم تا حالا اینا هموطن منن. یه کلیپ هایی بود که من قبول میکردم نای اروپایی شد ولی ایرانی شدی که خیلی برام سنگین بود. جان تقلید بعد بعد ساخته شده شیرهای مزخرف. یک لحظه هم گوگوش البته یکیشون نشون داد ولی بعد از اون دیگه فقط تنها چیزی که داشت آدم های جدید بودن، پسرهای ترسناکی بودن با موهای بلند بور. بعد والا یکیشون بودش که داشت آرایش کردن رو یاد میداد، بعد از ایران بهش تلفن میکردن از پسره میپرسیدن که پسره معلوم من بود هموسکسوئل کامه و اینش برای من اصلا مهم نیست، اصلا آخرین چیزیست که بتونه من از یادم بدم بیاد این اصلا این اصلا برای مهم نیست، ولی اصلا فکر اینکه این فارسی حرف میزنه برای من عجیبه. این به زبان مادری من، به زبانی که شاملو شرکوخده این داشت که دیگرم یاد میداد که چگونه آرایش کنه. اینه یک کابوس. وقتی تموم شد چیزی رو گفتم که مهرام از خنده مرد. دیگه بعد می آمدم پیش شما. ساعت تقریبا یک کار خورده ای بود. پا شدم کیفم برداشتم گفتم خدا انشالله آقای جنتی رو برام آید. تصور این که جنتی بره و اینا برگرد. تصور این که اینا بر من حکومت کنانه دیگه نه. این دیگه خیلی سنگ. میتونم فکر کنم که یه حوزه هایی که 300 سال توش فکر و فرهنگ و ملا صدر و اینا هست به حکومت کنه باز بیشتر قابل تحمله، حتی احمدی نژاد بیشتر قابل. ولی فکر این که این پسرک با این موی بورش بخواد بیاد به من یاد بده چجوری آرایش کنم، اونم به من 60 ساله دیگه زندگی رو برام سیاه کرد با دعا کردن به ارواح و به روح آقای جنتی راهی کنار شد. اصلا وقت جالب بود تلفن میدادن یه عالم تلفن میدادن به مراکزشون در ایران که از اینجا خرید کنیم و تلفن ها از ایران میشد. آره یه خانمی تلفن کرده بود میگفت یه قسمت بوی موی من مثل موی ببعی در میاد. لغتش این به قرآن گفت یه قسمت از موی من مثل موی ببعی در آمده، شما میگه من چیکار کنم؟ بعد اون موجود که خودش مثل گراز بود داشت به این توصیل واقعا یکی از ترسناکترین فیلم هایی بود که تو عمرم. کابوس وحشتناکی بود که جویس هم ندیده. کابوس این که یه روز اینا بخوام در من میفهمم یه جای دنیا زندگی کنه حقوق انسانیشون هم خواهی کنه. نه دیگه من میگم من این 4-5 تا رو دیدم ولی فکر کنم پای ثابتش. قشنگترین حرف به این زمینه رو که احمد رضا احمدی زده گفت خوب شد انقلاب شد از شهر برست خلاص شد. خب ببخشین که بازی تیکه کمیش میگه خیلی کوچیکه، میشه هفته دیگه شروع بحثی 10 دقیقه یه روبی من این بحث رو تموم میکنم سر نقد هنری که بحثمون دیگه به آخر رسیده باشه، بعد دیگه تمامشو میذاریم سوال جواب. سینما باشه طلبتون خودتون تو خونه ببینیم من این برنامه ها رو کنم. نه من شما ها دیدیم از سال حکومت زد حکومتی که نبود.